در شادمانی کسی ازدواج میکنه، کسی در خانه کسی فرزند میشه، در یک کار خود موفق میشه، به خوشحالی هایشان مشارکت بکنیم، شرکت بکنیم. ما گاهی اوقات آنقدر زشت میشیم که ما یک کسی به موفقیت میرسه از این رنج میبریم که چرا به این موفقیت رسید، خوشحال شویم. این بزرگی هست. از موفقیت شاگرد خود، از موفقیت دوست خود، از موفقیت خویشاوند خود باید خوشحال شویم که الله متعال تو را، الله متعال به این نیکی‌هایت بیفزاید، به این خوبی‌هایت بیفزاید، الله متعال دیگه موفقیت بگرداند. این از بزرگی تو میشه. این محبت است. در هنگامی که غم میباشه، یک غمگینی برش پیش میشه، باید دلجویی بکنه، برم از اونها احوال بگیریم. جعفر رضی الله عنه در یک میدان در جنگ یرموک است، انشاءالله به شهادت رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانمای خود امر میکنه که یک کم نان در خانه جعفر بده که اولادای یتیم شده. محبت کنید با اونها که امروز اونها از پدر محروم هستن. امروز خیلی گفتیم که کشور ما نیازمند به این محبت است که باید محبت کنیم. شما میبینید که هر روز کشتار، هر روز مشکلات، هر روز دربدری، هر روز فاصله ها بیشتر و بیشتر در بین ما ایجاد میشه، در بین مسلمان ها ایجاد میشه. من بیشتر براتون این مسئله صلح که بود، مسئله صلح امروز گپی از صلح است یا نیست؟ هیچ گپی نیست. روز به روز از هم فاصله میگیریم. یک کشورها خود جور نمیه، ولایت جور نمیه، در بین خانواده ها جور نمیه، خانواده دو خانواده با هم جور نمیه. باز ما میگیم کشور را جور بسازیم. یک استاد روانشناسی درس میخواند، استاد برای ما میگفت، گفت شاید صلح بیه، گفت صلح در بین خانواده ها چه قسم خواهد آمد؟ گپی خوبی است. شاید صلح بیه، شاید در طرف های درگیر یک صلح ایجاد شود، در بین خانواده چه قسم صلح ایجاد میشه؟ بین با خود یک دفعه صلح بکنیم، با پدر خود، با مادر خود، با رفیق خود، با خویشاوند خود صلح بکنیم، بگیم من دوستت دارم، محبت کنیم با اونها. حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه سه کس مزه ایمان را میچشه. ایمان مزه داره، اما یک انسان مزه زر میفهمه. بعضی کسا مثل شیرنی وری احساس میکنه این لذت ایمان را، که ایمان لذت داره. همین لحظه ای که شما از دیگه پا لذت میبرید، نشان ایمان شما هست. شما از شنیدن قرآن لذت میبرید، ایمان هست. فکر کنید که یک جسم فیزیکی داره، شما از او لذت میبرید. همین لحظه در این مجلس که نشستین احساس آرامش میکنید، ایمان هست. شما می لحظه لذت ایمان را میچشید. میگه سه کس لذت ایمان را میچشه. اول ای که او شخصی که الله و رسول الله در نزدش از همه کس محبوبتر باشه، ای از ایمان خود لذت میبره که خدا را از همه چیزها بیشتر دوست داشته باشه، رسول الله را از همه چیزها بیشتر دوست داشته باشه، از مال، از جایداد، از فرزند، از پدر، از مادر، از همه چیزها خدا در نزدش ارزشمند باشه. ای از ایمان لذت میبره، ای از نماز خواندن خود لذت میبره. دوم چی کسی؟ دوم کسی که دیگران را به خاطر خدا دوست داشته باشه، ای از ایمان خود لذت میبره. کنی که دیگر به خاطر خدا دوست داشته باشه، این محبت است. در پهلوی محبت با خدا، محبت با رسول الله، محبت با مردم ذکر میکنه. یک کس از ایمان لذت میبره، از آغوش گرفتن، با آغوش کشیدن یک دوست خود، از فشار دادن دست یک دوست خود، مصافحه کردن لذت میبره، از اینکه در خانه‌اش یک مهمان به لذت میبره، خوشحال میشه، نشانه ایمان هست. و سوم نشانه چی است؟ سوم کسی که از ایمان لذت میبره، او کسی هست که برگشتن به کفر آنقدر برش سخت باشه مثل که در آتش بیندازی. یه انسان از ایمان لذت میبره. شخصی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله، گفت من با دوستای خود، با خویشاوندای خود یک خویشاوند دارم، با او محبت میکنم، با من میکنم، با او سلام میدم، با او سلام نمیدم. این چیزها رو شما در زندگیتون دارین؟ این چیزها رو ما با کسی سلام میدم و با من نمیده. این در بین دوستای که پخیل تکرار میشه، گاهی وقت در فیسبوک ها میبینیم دوست از دوست شکایت داره، تیر مرام ز فوتبال، تیر مرام از دوستی، دیگه خدا حافظ، فیسبوک بند، ممنوع، بس تمام. دوستا خیلی شکایت داره. دوستا در مورد هنر ارتباطات، در مورد دوستا باز گپ میزنیم، ان شاء الله این موضوع هنوز مونده. اگر مربوط ما شده، مورد قارص بیزام باز گپ میزنیم. یعنی موضوع من خیلی با فشاری دارم که دوستا از یکدیگه فاصله نگیرن. فیسبوک ها را باید عکس دوستای ما باشه، نه اینکه ما دوستا رو با قطع ارتباط دیگه. با دوستا ممنوع، رفاقت ممنوع، نه رفاقت ممنوع، نه رفاقت آزاد. گفت ما با اون کی میکنم، با من کی نمیکنه؟ ما با اون پیام ارسال میکنم، با من پیام ارسال نمیکنه. به اصطلاح بگویم براتون، با اون مسنجر یک پیام میدم، برای من پیام نمیده. یک زنگ برش میزنم، برای من زنگ نمیزنه. اون رو جای دعوت میکنه، مرا دعوت نمیکنه. گویا رسول الله ای تو گپارا میزنه.
رسول الله برش میگه راست میگه؟ میگه ها راست میگم. میگه اگه می قسم باشه دیگه به راست بشه گفت تو خاکستر داغ را به او میخورانی، خاکستر داغ را، و الله متعال پشتبان تو است. تو خاکستر داغ را داری در می حالت بالای خورنده روان هستی و او الله متعال پشتبان از اون بلکه پشتبان تو است. تو در کارت ادامه بده، تو بزرگ هستی او کوچک است. تو بزرگی که یک روز پس میه در نزدت. میگه ارتباطات را قطع نکنید، پول دوستی تان را قطع نکنید، دوستی یک پول هست. ای پول را قطع نکنید که روزی باز وادار با بازگشت میشن باز خود پول نخواد بود. ای پول را قطع نکنید که باز یک روز میین باز پول نخواد بود. یک از نشانه های محبتی است که ما مردم را به سوی نیکی ها دعوت بدیم. ما با شما محبت داریم دوستای عزیز، این را واضح براتون میگم. امی لحظه دمی کسایی که در این جمع حضور دارن با یکی ما در این مجلس کینه ندارم، اصلا نه، نمیشناسم کینه را. شما بنابر یک اعلان در اینجا آمدین، این محبت با شما هست. ما اظهار محبت کردیم که یک نوعی از اظهار محبت همی است. ما دوستتان داریم، کدام ارتباط نسبی با هم نداریم، فقط ارتباط ایمانی با هم داریم. شاید به برکس بعض دوستا زنگم زده باشیم. یکی از نشانه های محبت است که ما دوستای خود به نیکی ها دعوت کنیم. روز پنجشنبه میمانی در پیش موتر داری در پیشوی خانه دوست دوستان شو یک جای درس بریم. این نیکی هست، این محبت است، این محبت واقعی است که باید مردم رو به سوی نیکی ها دعوت کنیم. چرا؟ کسی که به کمال ایمان رسیده باشه، به کمال محبت میخواد برسه، اون نمیخواد که تنها با بهشت بره. میگه پهلوی من دوست باید باشه، من تنها با بهشت نمیرم که دوست من در پهلوی من نباشه، رفیق من در پهلوی من نباشه. با اون رفیق که در دنیا در کدام جیمنازیوم فوتبال میکنه باید در بهشت با من یک جای باشه، اونجا من یک وقت رفاقت بکنه. رفاقت باید تمو جای ادامه داشته باشه. این رفاقت خدایی هست. دعوت به سوی نیکی ها ای از نشانه های محبت است. آیت قرآن کریم وقتی که نازل میشه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیامبر خیشاوندای نزدیکت را از خدا بترسان. ای آیه نازل میشه، پیامبر از خانه خارج میشه، خیشاوند خیشاوند خود صدا میکنه، ای عبد مناف، ای فلان، ای فلان، ای فلان، انقذوا انفسکم من النار، ای عبد مناف، ای فلان. یعنی هر خانواده را، هر خیشاوند خود را جدا جدا صدا میکنه، میگه خود را از آتش جهنم نجات بده که در روز قیامت ای رسول الله از شما شفاعت کردن نمیتونه اگر شما مجرم باشید. درست از مجرمین شفاعت میکنه، اما در این دنیا خود را نجات بدین. انقذوا انفسکم من النار، نفستان را از آتش جهنم نجات بدین. ایره به دوستایتان بگوین، یک زنگ برش بزنین که من امروز در درس میرم، تو با من میری. قسمی که در یک تفریح یک دوست خود خبر میکنه، ببین دیگه خبر بکنه. این نشانه محبت است. این محبت گفته میشه. من گاهی خود برای دوستای خود میگم دوستی تنها این نیست که با دوست خود بگیم که دوستت دارم، جانم هستی و بچم جگرم هستی و فلانم هستی. این تنها دوستی نیست، درست است، انواع محبت است، اما دوستی واقعی است که در این جای دعوتش کنه، در یک جای دیگه مجالس دینی باشه دعوتش کنه. این رو محبت گفته میشه، محبت واقعی این هست. پس دوستای خود را در این موارد تنها نگذاریم. اگر میخوایم زندگی بکنیم، اگر میخوایم چند برابر عمر خود زندگی کنیم، این کار را ادامه بدیم. ما خود در دنیای خود شاید 20 سال، 30 سال، 60 سال عمر داشته باشیم. اگر میخواید همیشه زندگی کنیم، با مردم محبت کن، نامتان جاویدان میباشه. ولی یک روز با من یکی کرده یک دعا برش بگیرید. چرا او مو انسان است اما امروز هم عمرش ادامه داره؟ چرا که در بین مردم زندگی کرده، برای مردم زندگی بخشیده. اگر میخوایم زندگی کنیم برای مردم، مردم را زندگی ببخشیم، برای خود زندگی کنیم، برای دیگران زندگی باشیم. این از انواع محبت است. حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است، قسم یاد میکنه، میگه والذی نفس محمد بیده، میگه قسم به او ذاتی که نفس محمد در دست اوست، نفس محمد در دست اوست. میگه لا تدخل الجنه حتی تؤمن، میگه شما به بهشت داخل نمیشین تا ایمان نیاورن. رسول الله میگه ولا تؤمن حتی تحبوا، میگه شما ایمانتان قابل قبول نیست تا زمانی که با یک دیگه محبت نداشته باشین. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آیا مگه شما را خبر نسازم وقتی که شما او کار را انجام بدین در بینتون محبت ایجاد میشه؟ صحابه گفت یا رسول الله چی است؟ گفت افشوا السلام بینکم، در بینتون سلام را افشا بسازید، در بینتون سلام افشا بسازید. پس این یکی از آغاز محبت است، یعنی یکی از چیزی که قدمی که محبت را آغاز بکنیم، سلام پرتیم با دوست خود.